مست و باطلم کردی مگه این رسم مستی و راستی. شاید فردا خوب بشه این جای زخم قدیمی من. سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدید به برنامه مستی و راستی. برنامه امروز از دوست عزیزم یاسی دعوت کردم، روانشناس توی آلمان که قبلا هم چندین بار بوده توی برنامه، بیاد با ما صحبت بکنه در مورد اینکه توی این روزای سخت و پر از تراما، پر از وحشت، پر از امید، پر از عشق، پر از تنفر و تمام این احساساتی که شاملشون شدیم و تحت تأثیرش قرار میگیریم که خب تأثیر مستقیمی توی زندگیمون داره میذاره، چه بخوایم قبول کنیم چه نکنیم آدم نمیتونه انکار کنه. وقتی که این همه صحنه‌های وحشتناکی میبینیم، اتفاقای وحشتناکی میفته که یه تأثیر بالاخره رومون میذاره و این با مرور زمانم خب تأثیرش داره بیشتر میشه، سخت‌تر میشه، آدم خسته‌تر میشه، گیج‌تر میشه، نمیدونم. ولی خیلی هم هستن که زمان متمرکزتر با هدف درستتر، میدونی، با فکر درستتر دارن میرن جلو. ولی کلا سعی داریم میخوایم امروز چیزی در مورد این جنبه روانشناسی این روزامون صحبت کنیم، در مورد حال احوال خودمون، در مورد اتحاد، در مورد امید. چون میگم ما هممون یه جوری ضربه خوردیم از این نظام، میدونی، چه من که پدرمو توی اوین کشتن، چه خود یاسی هم تجربه داره که خانوادهش تو اوین بودن و خیلی دوستای دیگه ای که حالا یا تو خیابونا کشته شدن یا دستگیر شدن یا ساده‌ترین حق و حقوق شهروندیشون رعایت نشده، ساده‌ترین حق این که یه زن با بدن خودش چیکار بکنه، ساده‌ترین حق یه زن که خودش انتخاب بکنه که کی بخواد طلاق بگیره، کی بخواد سفر کنه، میدونی، و و و و و میدونی ما ساده‌ترین حقوقای بشری رو ازشون معذوریم توی کشور خودمون متاسفانه. و دیگه به جایم رسیده دیگه داستان، هممون دیگه الان خیلی آگاهیم، خود شما از ما بهتر میدونید. به قول جیسن میگه واقعا ایرانی‌ها خیلی باهوش‌تر از این حرفان. و یه چیز اتفاق خوبی که الان افتاده، میدونم احساساتم بالا، هم خیلی میدونم، من یه چیزی که خب خودم خوشم نمیاد ولی درک میکنم، الان همه عصبیان، منم سعی میکنم یه فضایی بدم، یه سپیسی بدم که خودمو خودشون خالی کنن، چون همه نیاز دارن که خودشون خالی کنن. ولی حال نمیدادم بعضی وقتا کیسه بوکس غلطه یه سری آدما باشه دیگه، میدونی، اون دارن چیزای منفی و تصورات خودشون رو روی آدم پروجکت میکنن. من از همه طرف به من حمله شده، من یعنی چندی بار گفتم، یعنی اون نمیدونم، اون یکی میگه من صهیونیستم، اون یکی میگه من جنگ طلبم، اون یکی میگه صلح طلبم، اون یکی میگه نایکی تو، اون یکی میگه فلانی، اصلا یعنی و من هیچ متعلق به هیچ گونه گروه فکری یا سیاسی یا فلان هیچ نیستم، از همهشون هم بدم میاد. اصلا تنها چیزی که فقط میخوام آزادی کشورمه، عدالت دوست دارم بهش برسیم، اون آدمایی هم که مسئولن در این جرم و جنایات و این خشونت از طریق قانونی پیگیری بشه و به عدالت برسن. عوده دروغ چرا میگم، وقتی که ما میبینم فرار میکنن و کتک میخورن یه پارتی از آدم لذت میبره، در میدونی نمیتونم اینم انکار کنم و اینا. اونم یه چیزی که شاید جالب باشه در موردش داره صحبت بکنیم، این بحث خود اونم خیلی بحث عجیب غریبیه. ولی میگم ما توی موقعیت خیلی خاصی هستیم الان به نظر من، که بیش از هر وقتی که این میگم، من چندی من گفتم این خط با خون مردم کشیده شده و مناطوی نیستش، یه ما هستش، ما که میشه همه آدم ها از همه طیف ها و همه افکار و همه اقشار، برای همه آدمایی که دارن خون میریزن تو خیابونا و دست به خشونت وحشیانه میزنن که توی قدرت بمونن به هر قیمت و به هر دروغی که شده. و همه ماها باید واقعا متحد باشیم با هم دیگه در مقابل این ظلم بزرگ و امیدوارم که به نتیجه هرچی زودتر برسیم و اون روز آزادی رو ببینیم. خلاصه من نمیدونم که زیاد فکر بزنم، امروز میخوام به یاسی گوش کنم یه ذره حالمون رو یه ذره بهتر بکنه که ببینیم چجوری دیل کنیم با این شدت، میگم احساسات مختلفی که داریم تجربه میکنیم. اوکی. میخواستم اول یه عذرخواهی، شاید نه ولی یه
توضیح بدم که تا الان به عنوان روانشناس یا روان درمانگر هنوز حرفی نزدم، برای اینکه خب منم مثل شما تحت تاثیر این داستانا قرار گرفتم و همونجوری که رامین گفت، نه تنها مادر پدرم، خودم هم تو 4 ماهگی تو اوین بودم. یعنی یه دفعه یه تروماهای خیلی قدیمی، زخمهای خیلی قدیمی برای هممون باز شده که اول باید خودم رو آروم میکردم. و میخوایم هم امروز راجع به این صحبت بکنیم که چجوری این کار رو بکنیم، برای اینکه ما وقتی که توی این حالت استرس زیاد هستیم، یعنی من نمیدونم تو برات چجوری بود، ولی من 3-4 هفته فقط داشتم میلرزیدم از درون و هر چقدرم غذا میخوردم اصلا آب میشد، مثل اینکه من هیچ غذایی نخورم، انقدر انرژی از آدم میگرفت. که ولی بالاخره تونستم خودم رو آروم کنم و همون موقعی بود که تو هم با من تماس گرفتی که من آماده بودم که باید این کار رو انجام بدیم. و با این آرامش ذهنی خب آدم میتونه خیلی مفیدتر رفتار بکنه، میتونه کمک بکنه، میتونه تأثیر بذاره. یعنی مثلا من این یه گروهی رو تشکیل دادم، الان 8 تا بچه اومدن هفته گذشته با هم دیگه حرف زدن، باشون صحبت کردم، بعدش گفتن که خیلی تاثیرگذار بود. راجب اونم صحبت میکنیم که چه اتفاقی میفته وقتی که ما با هم حرف میزنیم و این احساسامون رو در میون میذاریم و بیان میکنیم. من همه این چیزا رو نوشتم، یعنی واقعا مغزم 30% تواناییش الان داره. اجازه بدین که یه ذره اینا رو نگاه بکنم. و وقتی که احساساتمون زیاد و شدید هستش، که هممون همونجوری که تو گفتی یه کوکتیلی از احساسهای مختلف داریم الان تجربه میکنیم، طولانی مدت هم اینجوری هستش، و وقتی که این اتفاق میفته تنش بدنمون میره بالا. از 0 تا 100% بگیریم، الان فکر کنم هممون رو 80%. و وقتی که رو 80% هستیم، مغزمون از کار میفته، یعنی پشت پیشونیمون که فرانتال کورتکس هستش نمیتونه درست حسابی کار کنه، خب خاموش میشه طبیعتاً. از طریق یعنی مغز این اتفاق میفته که ما فقط واکنش نشون بدیم، خب فرار، جنگ، فریز، این 3 تا واکنش ممکن هستش توی شرایط خیلی استرسی. به خاطر همین این تنه شما باید با روش‌های مختلف بیاریم پایین که بتونیم دوباره فکر کنیم و عاقلانه تصمیم بگیریم، نه فقط واکنش‌های شدید نشون بدیم. به خاطر همین الان هدف ما اصلا تراپی نیست. این شرایطی نیستش که آدم بتونه تراپیش بکنه، بتونه افکار رو حالا خیلی روش کار کنه، برای اینکه این یه واقعیتی هستش بیشتر از همه برای بچه‌هایی که تو ایران کف خیابون هستن، که واقعا قهرمان‌های ما هستن. یه دفعه این زندان ترسی که هممون داشتیم باز شده، امیدوارم برای 85 میلیون آدم که شاید انقدر نباشن، ولی یه دفعه یه اتفاقی افتاده که منم دیگه نمیترسم. البته ترس هست، ولی باعث نمیشه که من رفتارم رو عوض کنم الان، مسیری که الان شروع کردیم هممون. و به محض اینکه تنش رو بیاریم پایین و بتونیم دوباره مغزمون رو فعال بکنیم، من این تجربه رو میکنم که کنترل دارم توی یه شرایطی که حس بیچارگی خیلی بالاست. و هر چقدر من بیشتر این تجربه تاثیرگذاری رو بکنم، هی میتونم پیشرفت بکنم توی این مسیر، هر چقدر کوچیک هم باشه. نمیدونم تو این تجربه رو کردی توی این چند هفته گذشته؟ از چه لحاظ؟ از اینکه تونستی یه کاری انجام بدی که مفید بود، که تاثیرگذار بود و یا یعنی نتیجه مثبتی گرفتی ازش. برای خودم داری میگی، داری برای جنبش داری میگی؟ هر دوتاش. ببین کلا توی زندگی شخصی من الان هر روز تمرین تئاتر باید برم که خیلی سخته. خاطر امروزم اتفاقاً این رئیسمون منو کیچی که گفت چرا انقدر افسرده ای رام؟ گفتم خب خودت میدونی چرا افسردم. میدونی گفت سعی کنی ذره بیشتر خوب لذت ببر از اجرات، و بالاخره تو هم داری کار میکنی، و اون دندون پزشکه و اون مهندسه و روان تاکسی ایرانی هم اونا میرن سر کار هر روز، اینم کار توه. ولی خب دروغ چرا؟ میدونی سخته اصلا، یعنی
هفته پیش تا مونیخ یه همینجوری اجرای کوچیکشون که اصلا تبلیغش هم جرئت نمی‌کردم بکنم چون می‌ترسیدم فوش بخورم، ولی اینقدر شب پر از احساسی بود، همه داشتن گریه می‌کردن و تو بغل هم بعدش همه همدیگه رو بغل کرده بودیم. خیلی شب زیبایی بود واقعا. ولی کلن الان من میفهمم خودم که I'm not operating at a full level. چی میشه؟ یعنی من واقعا الان دارم از به جای 100% مغز و وجودم، من واقعا دارم رو 20% دارم کار میکنم. خیلی خوابم افتضاح شده. بعد این مسائل ایران اصلا، یعنی میدونی آدم یه احساس بیهودگی میکنی برای دنیا. و واقعا میگم من دارم فقط سعی میکنم که صدای مردم باشم، کمک کنم، منعکس کنم، حرف از میدونی از اتحاد بزنم، حرف از این که حالات واحد و متمرکز بر علیه یک دشمن بجنگیم. و خب میدونی جنگای روانی هم که پیش میاد و مردم دلشون خیلی پره، حقم داره که دلشون پر بشه، چون یه عمرم میدونی متاسفانه خب خیلی از متخصصین توی غربم به نظر من درست انعکاس ندادن نیاز و مطالبات مردم داخل ایران و به خارج. و الانم به نظرم خیلی از اون آدم ها به جایی که بسن بیان مسئولیت بپذیرن و بگن آقا خب ما طرز فکرم اینجا اشتباه بود، باید اصلاح کنیم فلان، بازم کم نمیارن و اون خط خودشون رو میرن جلو. تا مثلا میگم مسائل خیلی کوچیکتر و بزرگتر میدونیم. و این حسی که من به خودم میگم آقا مثلا یه روزایی من واقعا میگم آقا من باید اصلا دلیت کنم کل سوشال میدیا رو. الان مثلا من دیگه من واقعا دارم چیکار میکنم؟ مردم داخل خود ایران صفحه‌های خیلی بزرگتر از من هستش که دنبال میکنم و میدونن چی به چیه. میدونی از طرف ولی آدم یه احساس مسئولیتی هم میکنه و دوست داره کمک کنه واقعا. این کسی برای نمیدونم، یعنی اگر کسی واقعا برای توجه این کارو میکنه که واقعا خاک تو سرش. ولی خیلی هم سخته که آدم همیشه حرف درستو بزنه. و سخت‌تر از اون اینه که آدم بپذیره که جای آقا ممکنه من قبلاً مثلا دیدم اشتباه بوده یا الان این حرفم اشتباه بوده و مسئولیت اون حرفش رو بپذیره. و میگم این زیبایی میگم رسانه دست جمعی اینه که قدرتی که مردم داده که آقا مردم میتونن با همدیگه همه برن چند هزار نفری یه جا کامنت بذارن، شکایت کنن، غر بزنن تا توجهی جلب بشه که میدونی فلان برنامه یه جا کنسل بشه، فلان سخنگو نره یه جا حرف علیکی و مفت به نمایندگی از مردم ایران بزنه. اینا قدرت‌های رسانه‌ای دست جمعی هم. و میگم دلا خیلی پره، ولی نمیدونم از من ماورای همه این بحث هایی سیستی بحث فلسفی یه ذری دارم، بزرگتری دارم در مورد این بحث هایی که ای کاش میشد یه ذره نمیدونم. میگم من خب جواب این سوال رو نمیدونم آیا میشد یه اپروچی باشه تو این بحث ها که یه گفتمان و دیسکورس درستری باشه بین آدم ها. ولی فعلا خشم انقدر بالا تو همه که اصلا خیلی سخته که آدم بیاد یه ذره با ملایمت حرف بزنه. و چون میفهمم، یعنی منم درک میکنم، چون هر روز تو این صحنه رو میبینی که چقدر وحشیانه دارن بچهای ما رو میکشن، بچهای مظلوم بدون هیچ گونه امکانات و بدون هیچ گونه سلاح یا فلان دارن به رگبار میبندنشون رو میکشن چون قتل عام میکنن. اینجوری معلومه همه قاطیان، معلومه همه عصبیان. بحث من فقط اینه که آقا چجوری بود اینو این عصبانیت و این خشونتمون رو فقط یه جوری به جهت درست اینو چیز کنیم، متمرکز کنیم. نباید فراموش کنیم این هستش که جمهوری اسلامی میخواد حال ما چجوری باشه. الان میخوان که ما بترسیم، میخوان که ما خسته بشیم، میخوان که ما ناامید بشیم، حس بیچارگی داشته باشیم و افسرده باشیم. یعنی حتی اگه یه آدم هیچ تأثیری نمیذاره ولی مراقب خودش هست که این اتفاق براش نیفته، این خودش یه مبارزه است. و همین که یادآوری بکنیم به خودمون که کارهای مثبتی که ما انجام دادیم توی این مسیر 4 هفته، همین که تو این کنسرت رو داشتی و تأثیر گذاشتی، این خیلی مهمه که یه فضایی به وجود بیاد که این احساسا بتونه بیاد بیرون و نگه داشته بشه از یه گروه و بعد این تبدیل بشه به یه انرژی مثبت، یه مسیری پیدا کنه که بتونه شاید آدم یه خلاقیتی بتونه ازش در بیاره.
حتی اونم نه، فقط اینکه این بغضی که هممون داریم یه جایی بتونه باز بشه، برای اینکه همه این فضا رو ندارن، این امکان رو ندارن که این اتفاق بیفته. و هر چقدر بزرگ یا هر چقدر کوچیک، این خودش تاثیر میذاره. من که 2000 تا فالوور دارم که هیچی نیست توی فضای مجازی، یه دونه از این بچه‌ها برای من مینویسه که ما تو تهران هستیم، کلی دلگرمی میده که تو همدلی میکنی، تأثیر مثبته، کافیه برای من. این 8 نفری که اومدن گروه درمانی و بعدش میگن که دمت گرم، خیلی کمک کرد، یکیشون گفت من الان حس کردم که 7 تای خودمو الان شنیدم دارن حرف میزنن، چون هممون هم دردیم. اینا چیزای کوچیکی نیست واقعا، و برای این کار اصلا نباید روان درمانگر باشیم، متخصص نمیدونم روانشناسی باشیم. الان بهش میرسم، یعنی ترس، خستگی روانی، ناامیدی، بیچارگی و افسردگی، نباید اجازه بدیم که حالمون اینجوری بشه. من این تجربه‌ای که تو داشتی با تئاتر، منم رفته بودم یوگا با یه اخم و یه بغض و یه اصلا از تمام دنیا عصبانی بودم، به خصوص به خاطر اینکه خب اینا اصلا نمیفهمن حال آدمو، آلمانیا که نمیفهمن، تقصیر اونام نیست. که بعدش استاد یوگام بهم گفتش که تو مسئولیت داری با این صورتت داری میای بیرون، تأثیر میذاری رو آدم وقتی که اینجوری باهاشون برخورد، یعنی برخورد که نکردم، فقط صورتم اینجوری بود. که گفتم آره راست میگی، من وقتی که میرم یوگا حق دارم که اونجا حداقل حالم خوب باشه، انرژی جمع کنم که بتونم شب ساعت 8 بشینم با تو راجع به این چیزا حرف بزنم. و تو هم همینطور. آره موافقم باهات کاملا. واقعا باید بیام میذاره رو خواب و روی افکارم و روی اصلا حتی روی پست کردنم. به نظرم میدونیم یه خبری بود امروز پست کردم بعد پاک کردم چون نمیدونستم تاییدش بکنم، و یکی کسی بود که میگفت من تو پادگانم فلان آدرس دارن هر روز بچه‌ها رو کتک میزنن و تجاوز میکنن. خب گفتم این چات بتونه کمک کنه یه نفر تایید کنه مثلا ببینه واقعا اونجا دارم چه اتفاقی میفته یا نمیفته. بعد خب خیلی مسیج زدن که آقا نه ممکنه خبر دروغ باشه و دارن آدرس غلط میدن و نمیدونستم کار درست چیه. ولی میخوام بگم که حتی یعنی توی هر پستی که آدم میخواد شیر بکنه از هر کسی از هر چیزی، تو روحت خبر نداره، تو یه چیزی میبینی میگه شیر میکنی، میگه آقا این خوبه مثلا، چه میدونم یه ویدیو از تازه، بعد میگه آقا چرا از فلان صفحه این آدمایی که گرایش سیاسیشون اینجوریه شیر کرد، میگه اصلا روح هم خبر نداره، من یه ویدیو دیدم که موزیک توشو مران تازه اونو شیر کردیم. یعنی حتی تو اونم شاید باید مراعات بیشتری آدم بکنه که دقیقاً در مورد چیا حرف میزنه و احسار نظر میکنه. میام الان خیلی چون لحظه‌های پولارایزینگ و حساسیه و میگم نیت و قصد ماها خب طبیعتاً واقعا یه چیزیه که بخوام فقط انعکاس کنیم حرف ما رو. من همیشه صد دفعه گفتم مثلا خودم رو در موقعیت یا جایگاهی میبینم که به کسی بگم چیکار کنه چیکار نکنه، ولی منم مثل بقیه آدما همونجوری که اونا حق دارن بیان زیر صفحه من برام عشق بفرستن یا تنفر، منم حق دارم اون ابراز نظر خودمون بکنم توی رسانه‌های اجتماعی. میگم بعضی خوشات درست باشه بعضی خوشات غلط باشه، ولی تو باید به این واقعا دوباره تکرار میکنم به این فکر کنی که تو چقدر تا الان کار مفید انجام دادی. همین پادکست، همین که صدای بچه‌ها رو میذاری که حرف بزنن، اپیزود میسازی، همین که آهنگ ساختی، همین که تئاتر داری کار میکنی، هر کسی به نظر من توی حرفه خودش توی امکانات خودش کافیه، بیشتر قرار نیستش که هر کی بکنه. چقدر یه آدم میتونه کار بکنه؟ آره توی این شرایط استثنایی که واقعا مغزمون، من توی گروه درمانی بود 3 تا جمله میگفتم اصلا فراموش میکردم که اصلا منظورم چی بود، چی داشتم من میگفتم. اصلا توی این شرایط بحرانی که هممون زیر فشار هستیم، به خودمون باید تخفیف بدیم و به بقیه، یعنی هم با خودمون اکسترا مهربون برخورد بکنیم هم با بقیه، چون میدونیم که حالی که من دارم تو هم همین حالو داری، قرار نیستش که من بیشتر فشار بیارم روی تو. و یه نکته دیگه که بعد اگه
اوکیه برسیم به یه ذره کارهای عملی تر که میتونه کمک کنه در عمل، چون خودت هم مطرحش کردی خواب و اینا. ویکتور فرانکل رو نمیدونم شنیدی، یه دقیقا آدمی بوده که توی آوشویتس بوده، توی آلمان ناتسی، و پدرش، مادرش، برادرش، زنش کشته شدن به خاطر ناتسی ها و توی آوشویتس بوده توی این زندان های آلمانی ها. یعنی خب خیلی خیلی وحشتناک. ولی این آدم میاد و کتاب می نویسه که آدم توی رنجش باید یه معنی پیدا بکنه، اگه معنی پیدا نکنه خیلی سخت تحملش. یعنی ما چرا داریم انقدر سختیم کشیم تمام عمرمون و الان توی این 4-5 هفته گذشته برای چی داریم این کارو میکنیم؟ تو داری برای چی این کارو میکنی؟ دیگه ازم سوال میکنی دیگه نه؟ نه میگم من خب در مرحله اول خودم خب چون ضربه خوردم از این نظام و این حکومت، همیشه دوست داشتم که به عدالت برسن این آدم ها، آدم هایی که دستشون به خون آلوده است و آدم هایی که از اینا حمایت کردن و اجازه دادن که ادامه بدن به این خشونت و ظلمشون. ولی در بحث بعدی و به نظرات مهمتر اینه که میدونی زن هایی توی کشورمون 43 ساله با کمترین حقوق بشری دارن زندگی میکنن و تا حدی ما مردا هم خیلی مسئولیت زیادی داشتیم که اجازه دادیم که این اتفاق بیفته به این شکل و هی خورد حق زنهای ما بیشتر و بیشتر گرفته میشد و نادیده میشد و ما کمتر اعتراض میکردیم و صدامو در میمون و برامون خیلی متاسفانه نمیگم دیگه خیلی عادی شده بود این جور برخورد و این حقوق ها. و آدم وقتی که میبینه که یه این دوتا اپیزود با قبلی من اگه گوش نکردین گوش کنین، فقط صدای این بچه های جوون وقتی که گوش میکنین، بیشترش هم جوون بودن اگه دقت کنین، این بچه های جوونی که واقعا یه سری آرمان ها و آرزوهای خیلی ساده ای دارن که ازشون محرومن، آدم اصلا قلبش میشکنه، اصلا آدم پشماش میریزه که واقعا ما تو چه دنیایی داریم زندگی میکنیم که یه دختری مثل نیکا یا سارینا یا همین بچه هایی که مثل هر بچه دیگه میتونه تو هر جای دنیا که تو تیک تاک داره یه ویدیوی میسازه، میخواد زندگیش فقط عشق و حال کنه، راحت باشه، درسشو بخونه، کارشو بکنه، خودش باشه تای خطش، یعنی تای خطش میخواد باهم خودم باشم، بحث همشون تایش همینه دیگه. و چه در حریم شخصی چه در عمومی اینا این کوچیکترین حقو هم ندارن و این ظلمی که به اینا وارد میشه اصلا، یعنی میگم این مسئله دیگه فقط مسئله زنهای ایرانی نیست، مثلا این مسئله همه زنهای همه دنیاست و سکوت کردن در مقابل این یک، میگم من در وجدان خودم نمیتونم تایخش بگیرم که سکوت کنم، بر همین میبینم که باید حرفی بزنم، باید سمت درست تاریخ وایسم در مورد این بحثی به این مهمی و این بزرگی. یعنی برای حقوق بشر نه بیشتر نه کمتر میارزه که ما الان اینو تحمل بکنیم و بی دلیل نیست این رنج هایی که هممون کشیدیم، بچه هایی که کشته شدن توی ایران، آدم هایی که اصلا، یعنی واقعا لیستش انقدر طولانی اصلا آدم نمیدونه کجا شروع کنه، دهه 60 شروع کنه کجا شروع کنه که چقدر ما آدم از دست دادیم. من 2019 که اونجا زندگی میکنم اصلا از خاوران خبر نداشتم، یه دفعه رفتیم یه جایی بعد بابام گفتش که اینجا خاورانه، برای من توضیح داد اصلا، یعنی جهنم به وجود آوردن برامون. و اوکی، اگر واقعا یکی از همکارام که خیلی من براش احترام قائلم گفتش که من اگه بمیرم آرزو داشتم که مثل مهسا بمیرم، سمبل یه مملکت بشم، مملکت خودم. من نمیگم که اصلا، معلومه که نمیگم که این اتفاق باید بیفته، ولی بی دلیل نیست این همه رنج. این مهمه.
یه چیزی رو میخواستم توضیح بدم، یه اکسپریمنت خیلی قدیمی هستش روانشناسی که به نظر من خیلی میخوره به این شرایط، بیچارگی یاد گرفتی، learned helplessness، نمیدونم شنیدی یا نه. آره. یه اکسپریمنتی هستش که به یه سگی رو میذاشتن یه جایی، بعد شوک الکتریکی بهش وارد میکردن و رفتارش نمیتونست جلوگیری بکنه از این شوکایی که میگرفت، یعنی یاد میگرفت که من هر کاری بکنم این شوکا رو بهم وارد میشه. خب اینو یاد گرفت، بعد گذاشتنش توی باکس دیگه که راحت میتونست بپره اون ور باکس که هر وقت ما به شوک میزدن این شوک رو بتونه فرار کنه ازش، ولی چون یاد گرفته بوده که هیچ فایده ای نداره رفتارش، چیکار میکرده؟ میمونده همونجا و فقط تحمل میکرده این شوک ها رو. راه حلش چیه؟ یعنی واقعا خیلی بامزه است، اینو من خوندم، این سگو واقعا باید پاشونیش میگن اینو بلندش کنی، پاهاش رو تکون بدی به سمت اون سمتی که الکتروشوک نمیگیره، دوبار این کار رو باهاش انجام بدی، یاد میگیره که او من میتونم یه کاری انجام بدم. و ما فکر میکنم همه از این حس بیچارگی داریم یواش یواش بیدار میشیم. قرار نیستش که همه برن کف خیابون، نه منم نمیتونم، به خدا من از اول گفتم اگه میتونستم میرفتم، ولی کار عاقلانه نیست. شاید من بتونم اینجا یه کمک بهتری بکنم به آدم ها، با اینکه ماها اینجا هم نیاز داریم به کمک. هر کاری که از دستمون برمیاد تاثیرگذار هستش برای مثلا مادرهایی که غذای خوشمزه درست میکنن، یاداوری کنن به بچه هاشون که تو باید غذا بخوری، مهمه، تغذیه مرتب، نمیدونم تغذیه تو چه جوری بوده توی این 4 هفته گذشته، افتضاح دقیقا. ولی اگه یه مادری در کنارت بود، من میدونم الان تو سفر هستی، که این مسئولیت رو به عهده میگرفت که صبحونه، نهار، شام، غذای درست حسابی من برای تو درست میکنم، برای اینکه برای روان و برای جسم ما لازم داری، مثل این ماشین که بنزین بهش نزنی چه جوری میخواد بره. من الان میتونم یه ذره بیشتر راجع به کارهای عملی تر صحبت بکنم. آره حتما. توی یه شرایط بحرانی روانی مثل کمک اولیه جسمی، کمک اولیه روحی هم هست و صلیب سرخ و اینا وقتی که میرن توی جایی که یه اتفاق وحشتناکی افتاده، این کمک رو میدن به آدم ها و آدم هایی که اونجا زندگی میکنن و ترین میکنن که این نقش رو با عهده بگیرن، یعنی نباید اصلا آدم روان درمانگر باشه که این کار رو بکنه. و یه چیزی که خیلی مهم هستش، ما وقتی که توی یه بحران هستیم، توی یه شرایط خیلی سخت که الان به خصوص بچه های تو ایران هستن، معنیش این نیستش که ما هممون قرار بیمار روانی بشیم بعدش، قرار نیستش که هممون تراما و نمیدونم PTSD و اینا بگیریم. کمتر از آدم ها این اتفاق براشون میفته، بیشتر از آدم ها خیلی هم خوب عبور میکنن از این بحران. این خیلی مهمه دونستنش. و این واکنش های شدیدی که الان ما داریم، اینا همش اختلال روانی نیست، این واکنش سالمی هستش به یه شرایط خیلی سخت، غیر عادی. خب ولی قرار نیستش که کسی بعدش بیفته افسرده بشه و اینکه این ثابت نشده. اول از همه بگو. نه همین می‌خواستم بگم که آره این ترسه که هستش که آقا مثلا می‌دیدیم مثلا ما شوخی می‌کنیم بعد از این انقلاب ما فقط 5 سال تراپی می‌خوایم و فلان و اینا، ولی می‌دیدیم ملت ما انقلاب زیاد دیدن تو تاریخمون، ملت ما جنبش‌های مردمی قوی داشته و دیگه الان هم دیگه خسته شدن و دیگه ترسام ریخته، یعنی دیگه واقعاً میدونن که الان ما دیگه از به یه جای غیر قابل بازگشت رسیدیم، یعنی دیگه نمیتونی برگردی به اون حالتی که
روسری دیگه مثلا فلان باشه یا حق زنان چیزی، اینا هر چقدر فشار بده، هر چقدر دستگیر کنه، هر چقدر بکشن، دیگه مردم کم نخوان آورد، دیگه حاضر نیستن زیر این ظلم زندگی کنن. و مطمئنن اون طعم شیرین پیروزی وقتی که بهش برسن، نصف بیشتر خیلی از این دردا و این تمام به نظران مشکلای روانشناسی اینا رو حل خواهد کرد. یعنی بله. چون بعدش بود به فکر چی میگن ریکانستراکشن و بازساختن جامعه و مملکت باشن که چجوری بتونن بهتر کنن همه چیز و شرایط و چه برای خودشون چه برای نسلای بعدی، چون هنوز خیلی کار داریم دیگه، واقعا هنوز خیلی کار داریم و اول داستان تازه. بله. اولین نکته‌ای که خیلی مهمه که تو هم الان گفتی، مراقبت از خودمون کردن، چجوری این کار رو میکنیم، بیسیکس ها رو باید بهشون توجه بکنیم. الان اصلا قرار نیست کارهای عجیب غریب روان درمانی انجام بدین. غذا، تغذیه منظم و سالم، اگه میتونین کافئین زیاد نخورین، برای اینکه کافئین استرابو میاره بالا. ما میخوایم الان برعکسشو. من دیگه قهوه نخوردم این چند هفته، نمیتونم، واقعا خیلی استرسم میبره بالا. ولی خب خیلی ها وقتی که توی شرایط استرسی قرار میگیرن، یه دفعه سویچ میکنن روی رفتارهایی که اتفاقا این حالو بدترم میکنن. اگه میتونین الکل زیاد نخورین، اگه میتونین مواد مخدر استفاده نکنین، کسایی که اوکی قرص میخورن ضد افسردگی اونا رو مرتب بخورین، اگه نمیتونن برای تایرویدتون قرص باید بخورین اینا رو مرتب بخورین، خودتون رو فراموش نکنین. تغذیه، آب به اندازه کافی، نمیدونم تو میخوری به اندازه کافی آب در طول روز؟ آفرین. و استراحت و خواب. یعنی تنش تا یه حد خوبه، ما رو فعال نگه میداره، باعث میشه که ما بریم جلو، مبارزه، نمیدونم همه این کارا. ولی وقتی که تنش تمام مدت این بالا بمونه، یه موقعی ما میسوزیم دیگه، انرژیمونو از دست میدیم. یعنی این یه ماراتون هستش، این سپرینت نیست. به خاطر همین باید ما بخوابیم، یعنی نظم خوابمونو نگه داریم. هر وقت در طول روز دیدیم که خستم، به خودمون اجازه بدیم که استراحت بکنیم. من با یکی از دوستام توی تهران صحبت کردم قبل از اینکه این اپیزود ما ضبط کنیم. من اینکه به هیچ عنوان نمیخواستم که ما اینجا از خارج از کشور یا من یه حرفایی بزنم که اونا بگن به حق تو اینجا نیستی، اینجا دارن آدم میکشن. خب خیلی راحت این حرفا رو زدن. من واقعا آگاهم از میدونم اینا رو و حق دارین شما که این حرف رو بزنین، ولی شاید این اطلاعات بتونن یه کمکی بکنن. مثلا اون گفتش که ما یه روز میریم تو خیابون از صبح تا شب بیرون هستیم، روز بعدش من فقط خونه میمونم و میخوابم. و اگه خونه یه جای امنی هستش بهتون حس امنیت میده، بمونین خونه و این حس امنیت رو بکنین حداقل یه روز. برای من تو فرانکفورت هم اینجوری هستش که اینجا خطری نیست، ولی با این حال از نظر روانی خب حس خطر هست. اگه میتونین تحرک داشته باشین، ورزش بکنین. این استرس بالا، آدرنالین زیاد که الان تو خون آدم ماها هستش، هورمونای کورتیزول، اینا باید تخلیه بشه و بهترین روشش همین ورزشه. اگه نمیتونین برین بیرون، توی خونه 20 تا 40 تا شنا برید وقتی که یه دفعه حس میکنید که استرابش خیلی زیاد رفته بالا. مثلا توی پنیک اتاک یکی از روشایی که ما میگیم یاد میدیم به مریضا که خیلی هم یعنی من مثلا اگه یه مثال بخوام بزنم، 6 سال پیش خودم توی ترینینگ بودم، خواب داشتم، شب میخوابیدم تو تخت بودم، یه نفع پنیک اتک گرفتم. یعنی واقعا داشت فکر میکردم که دارم من الان سکته قلبی میکنم. زنگ زدم به اورژانس، گفتم که من دارم سکته قلبی میکنم، دارم میمیرم، یه کسی رو بفرستیم. گفتش که شما چند سالتونه؟ گفتم 35 سالمه. گفت اوکی باشه، ما میفرستیم یه کسی رو. و زنگ زدم به دوستم که اونم تراپیسته. بعد گفتش یاسی تو 35 سالته، تو سالمی، تو سکته نمی کنی، این یه پنیک اتک هستش.
گفتش که همین الان گوشی رو بذار کنار خودت 20 تا بر من شنا برو و بلند بشمر اینو. و من این کارو کردم، بعد دوباره گوشی رو برداشتم، بعد گفتش که حالت چطوره، بهتره؟ گفتم نه بهتر نیست. گفت 20 تا دیگه بر من بکن. 20 تا دیگه که رفتم آروم شدم، گوشی رو برداشتم، گفت خب الان حالت چطوره؟ گفتم که بهتر. گفت دیدی بهت گفتم که سکته قلبی نکردی؟ یعنی برعکس اون رفتاری که ما دوست داریم باید بکنیم. به جای اینکه فقط تحمل بکنیم این تنش و این ترس و، با ورزش باید این تخلیه بشه. میکنی تو این کارو؟ نه قدم ولی زیاد میزنم تو شهر، ولی بعضی وقتا صبح اگه انرژی داشته باشم حالم خوب باشه یوگا میکنم. ولی من از یک کاری که اصلا میکنم دوش آب یخ میگیرم، اون خیلی کمکم میکنه. اون آب یخه یه جولت چیزی به سیستمم میده که یه ذره سر حالم میکنه. بعضیا آمونیاک میشه. آمونیاک میشه چی میشه؟ یه چیزی هستش که خیلی بوش شدیده. نمیدونم چیه. به آلمانی میگن آمونیاک، کلا نمیدونم، به انگلیسی، به فارسی نمیدونم. اونم هست، یه شوکی میزنه به مغز که آدم یه دفعه دوباره به خودش میاد. چی شد؟ یعنی اگه میخواین واقعا بنویسین اینو، تغذیه مرتب با نظم سالم، به اندازه کافی آب بخورید، خوابتون رو سعی کنین که درست بکنین، به اندازه کافی بخوابین، 8 ساعت در شب اگه میتونین سعی کنین که بخوابین، ورزش و در تماس باشین با بقیه. یعنی تنها بودن سمه الان برای این شرایط. باید با آدم ها حرف بزنی. نظرت در مورد اینهایی به همین قسط پنجم ربط داره؟ مثلا من الان اتفاقی که دوستام دارم پیشم، چون همین امروز مادرش یک مستندساز معروف تو ایران، مژگان ایلانلو رو گرفتن، دستگیر کردن و من هی سعی کردیم اینو به خیلی رسانهی کنیم و خبر رو بچرخونیم و ببین حیوانی خیلی حالش پریشونه و من یاد خودم انداخت اون روزی که من اون تلفن رو گرفتم که بابام دستگیر شد و رفته اوین و میدونم که باید الان براش حضور داشته باشم و باید سپورتش کنم به هر راهی که شده، چون میفهمم این شرایطی تو که الان توش هستش چه جوریه. میرم دمت گرم. میدونی دمت گرم واقعا. میدونم آجا عجیبه، میدونی انقدر آدم ها ضربه خوردن، آدم مسخره. مثلا یه آدمی که واقعا به عشق هنر فیلم مستند، آدم حسابی مملکت با فرهنگ انتلیکچوال، میدونی عجیبه که انقدر این آدم ها میترسن از یه تار موی زن، از این که بیاد یه آدمی ابراز بیان کنه از لحاظ ساده ترین نیازها و حقوقهای بشری خودش. میبینی تنفری که توی این آدم هستن که این بچه ها رو میزنه، اصلا آدم تعجب میکنه. یعنی چی باعث میشه که بتونن به این حد خشونت، یعنی هموطنی خودش سریع همچین چیزی بزنه، خیلی یعنی، و بکشه. خود بچه ها میریزن تو مدرسه و تو دبیرستان دارن میریزن، یعنی اصلا کجای دنیا اصلا تو این چیزی؟ با آمبولانس میرن به یارو رو، از تو آمبولانس با مسلسل مردم رگبار میبندن، اصلا کجای دنیا همچین اتفاقایی میفته؟ یعنی این دوستت الان داره میاد پیش تو که با هم باشیم، بهترین کاری که میتونین بکنین واقعا اینه. و این اسمش PFA هستش، Psychological First Aid. الان قرار نیستش که راجع به تراما ها صحبت بشه. این از نظر علمی تایید شده که میتونه تأثیر بدی هم داشته باشه، یعنی میتونه هارم بکنه. خب یعنی الان بیسیکس مهمه که واقعا نیازهای اولیه بهشون رسیدگی بشه و اگه خودت هم همینطور، اگه یه کسی خواست حرف بزنه من باشم که
بهش به حرفاش گوش بدم، ولی وادارش نکنم که اگرم نخواست الان صحبت بکنه راجبه یه چیز دیگه میخواست صحبت بکنه، کاملا اوکیه. هر کی یه جور دیگه با این احساسهای شدید دیل میکنه و همش اوکیه. آره میدونی واقعا من خیلی برام پیش اومده که یه آدمایی یه کسی نمیشناسم یا اصلا out of the blue یه هم میان در مورد بابای من هزار تا سوال میکنن و اینا. این بابا هر چیزی یه مکان و یه فضایی داره، تو نمیتونی همیشه به یه میدونی. و عجیبه که آدم با خودشون اجازه رو میدن که بیان قصه نزن. آره من که میدونم چه اتفاق براش افتاد، تو از کجا میدونی؟ نه اجازه ندارم میدونی. و خیلی چیزی که خیلی واقعا ولی ناراحت میکنه من خیلی وقتا میگم اینه که اون یه سری آدمایی هستن که چه حزب اللهی ان چه اینوری ان چه اونوری ان که میگن حقش بوده یا حتما یه گوی خورده بود. اصلا میگم میدونی یعنی یه سری آدم ها اینقدر بی رحمن بی احساسن که آدم واقعا تعجب میکنه، میگه واقعا چی تو چه کمبودی هست توی وجود تو، تو قلب تو که اینقدر راحت میتونی میدونی در مورد عزیز یک کسی دیگه اینجوری نظر بدی و حرف بزنی. آدم میدونی واقعا انسانیت هم آرزوست دیگه واقعا. یه سوالی که به نظر من خیلی توی درمان کمک میکنه این هستش که این کمک میکنه بهت یا نه، راجب این آدم ها فکر کردن، باهاشون بحث کردن، باهاشون صحبت کردن کمک میکنه یا نه. من کسان انگیج نمی کنم که، من هیچ وقت کسان انگیج نمی کنم. یعنی بعضیشون خود تو واقعیت میبینی، تو خیال میبینی، توی یه جایی میبینی، تو مهمونی یا هر چی و میان خب نمیدونی فرار کنیم. بعد وقتی مهمونی مثلا میرنه تو حال آدم، مثلا میگم دود مثلا الان وقتش نیست، جاشم نیست و اینا، بعد دیگه اون هسته اون فکر رو اوردی کاشته دیگه میدونی. مثلا آنلاین کسی کس شیر میگه به من اینا، من همونجا بلاک میکنم. من میگم تنها حرفای من هر حرف به من هر چقدر هر کی فوش بده من اصلا برام مهم نیست، ولی کسی به پدرم بی احترامی بکنه یا اتهام علکی به من یا خانواده‌ام بده، اونا رو سریع مثلا اونا رو همه رو اگنور بلاک اصلا. چون یکی هستش که فوش نه ولی کسی به من فوش میفهم از یه عصبانیتی داره، یه هرسی داره به خاطر اینکه منو خیلی دوست داره یا تو تصور غلطی از من داره که میخواد مثلا بگه آه رام تو چرا مثلا فلان. اونو میفهمم، به اون آدمو میفهمم، اونم اذیتم نمیکنه اون واقعیتش. ولی میگم برای من خط قرمز واقعا کسی که بیاد در مورد بابام حرفی بزنه یا در مورد خانواده‌ام یا میگم یه اتهاماتی یا پیچی بیشتر از این بیشتر آدمو اذیت نمیکنه وقتی که تو رو بهت یک لیبل دروغین بزنه. میگم این مسئله هم که الان میگم خیلی حاده دیگه توی این دعواهای رسانه‌ای که وجود داره، خیلی راحته تو یه لیبل یه کلمه رو به یکی میچسبونی، یکی دیگه هم مثلا ریتویت میکنی که دیگه هم استوریشو میذاره میگه آها دیدی این یارو مثلا مزدور فلان. مثلا از توی یعنی هیچیا. من حتی برای من خیلی وقتا میفرستم بچه‌ها مسیج و شماره تلفن و آدرس و محل این بسیجی مسیجی و این چیزها رو من میفرستم برای آدم های دیگه که اونا شیر کنم پست کنم. من چون خودم اون حاضر نیستم مسئله قبول کنم، من که نمیدونم این آدم واقعا همونه یا نه، من که نمیدونم شماره تلفن و این آدرس خونه اونه. دمشون گرم اونایی که شیر میکنم، من نمیگم نکنن، ولی من خودم به خودم اجازه نمیدم که بیام چیزی که 100% مطمئن نباشم و میگم برای همین امروز اون پستمو که گذاشتم اصلا اشتباه کردم، چیزی که واقعا 100% نمیدونم جوابشو و نمیتونم تایید کنم نباید اصلا شیر کنم. و برای این دوباره این پایین آوردن تنش خیلی مهمه، چون این بخش مغز ما که پشت پیشونی هستش برای تصمیم گیری آینده، در آینده اتفاقایی که قرار بیفته مسئول هستش، و وقتی که این از کار بیفته زود امپالسیو ما واکنش نشون میدیم و نمیتونیم درست حسابی تصمیم درست بگیریم. و توی مثلا تئوری تصمیم گیری میگن که تصمیمای مهم زندگی تو صبح بگیر، برای اینکه اگه بذاری شب بگیری این تصمیما رو انرژی به اندازه کافی نداری برای تصمیم گیری. خیلی انرژی میخواد آدم تصمیم درست بگیره. به خاطر همین وقتی که آدم افسرده است، یه مشکل بزرگی که آدم‌ها دارن اینه که نمیتونن تصمیم بگیرن. میگه من توی سوپر هستم مثلا میدونم چی باید بخرم، انقدر ذهنشون از کار میفته. و دوباره این
کمک اولیه روحی روانی بیسیک به بیسیکس های آدم ها برسین. یعنی اگه قضا درست حسابی نمی کنن، یاداوری بکنین وقتی که میان پیشتون، اینو بهش رسیدگی بکنین، یاداوری بکنین که به اندازه کافی آب بخور، خواب مهمه و گوش بدین به حرفاشون، ولی وادارشون نکنین که حرف بزنن. به خصوص به هیچ عنوان وادارشون نکنین که از اتفاقایی که اذیتشون کرده الان خیلی با جزئیات صحبت بکنن. اصلا این خوب نیست، یعنی در مسیر سلامت اصلا نیست. و سوشل میدیا رو سعی کنین که یه حدی بهش بدین. این ریسک فاکتور بزرگی هستش. یعنی حتی توی تحقیقات راجع به همین ماس پروتست، نمیدونم ریولوشن و اینا، این یه چیزی هستش که تاثیر خیلی منفی میذاره روی سلامتی روحیمون. تمام این تصاویر خشونت و بیش از حد بولدش میکنه. یعنی الان من آمار الانو ندارم، ولی چند نفر کشته شدن تو ایران؟ 200 نفر آخرین آماری بود که من داشتم. من فکرم خیلی بیشتر از این باشه. ما نمیدونیم تو کردستان و بلوچستان و سنندج و نمیدونم توی جنوب و اینا چقدر آدم کشته شده. ما فقط این آمارایی که خب بالاخره میبینیم پست، چون مثلا همین امروز یه بچه از تبریز هم مسیج داد که ما فلانی رفیقمون 20 روزه تو زندانه و هیچ کی ازش خبر نداره، چون حالا آدم کسی نبوده تو سوشال میدیا در موردش صحبت کنه یا هر چی، و آدم قلبش میشکنه دیگه. واقعا چند تا از این بچهای گمنام هستن که الان دارن شکنجه میشن توی این زندانا و هیچ کی خبر نداره ازشون. باید همین باید سعی کنیم یه جوری صدای اونا باشیم دیگه. و میگم رقمش رو واقعا نمیدونیم چیه. بله. حالا شاید به خصوص برای بچه‌هایی که تو ایران هستن، نگاه کردن این ویدیوهای خشونت شاید خیلی ایده خوبی نباشه. نمیتونن دیگه یاسی آخه بابا، الان دیگه همه یه اینستاگرامو که باز میکنی فقط خون و جنگ و چیزه. یعنی این دیگه واقعیت داستانی که الان توش هستیم. میدونی تو نمیتونی یه بندید برچسب بذاری روی این اتفاقا و بگی داره میفته. نه من نمیگم که بندید بزنین، ولی حداقل یه ساعت در روز اینستاگرام رو باز نکنین. حداقل. آره الان فکر میگم همه ماها سکرین تایم یوزجمون مثلا 3000% رفته بالا. من خودم میگم دارم سعی میکنم یه جوری رگولیت کنم که آقا مثلا این ساعت و این ساعت روز مثلا فقط برو چک کن. چون میگم تأثیرشو دارم میبینم توی کارم، توی رفتارم، توی استراب و توی حالتهای روحی روانی خودم میبینم فشارش خیلی زیاده. حرف من نمیگم که چشمامونو ببندیم و فکر کنیم که حالا خیلی همه چی خیلی اصلا منظور من این نیست. فقط این هستش که یه جوری بعد از خودمون مراقبت بکنیم که قدرتمونو از دست ندیم. یعنی واقعا خسته نشیم از نظر روانی. چیزایی که میتونه کمک کنه که حفظ بکنه روحیمونو این هستش که با همدیگه، یعنی این حس اتحادو داشته باشیم، بتونیم با همدیگه یه کاری انجام بدیم. تو گروه های کوچیک هم حتی اگه باشه، ما الان مثلا داریم میریم برلین، خب خیلی حس خوبی هستش که ما میتونیم خشممون رو هممون با هم دیگه بروز کنیم، با هم دیگه یه کاری رو انجام بدیم. یعنی اگه تونستین مثلا با چند تا از دوستاتون مرتب هم دیگه رو ببینین، نمیدونم هر دو روز یه بار، هفته یه بار، ولی ببینین هم دیگه رو و فقط حرف بزنین با هم دیگه، یه کار کلکتیو انجام بدیم. برای اینکه ایزوله شدن خیلی ریسک فاکتور بزرگی هستش توی این شرایط. آره منم اتهام برای خود من خیلی کمکم کردن توی چند تا گروپ مختلف هستم. خیلی جالبه این که هم بدونن یه سریش مثلا یه سری اینتلیکچوله، یه سریش آدمای تکیه، یه سریش رفیقای خودمن و تو هر کدومش یه بحثای متفاوتی میشه، تو هر کدومش هم دیدگاه‌های مختلفی وجود داره. ولی چیزی که خیلی لذت ببرم که حتی با اینکه بعضی از خود دیدگاه های مختلفی هم وجود داره، تو این کامیونیتی کوچولو خیلی راحت تره که آدم با هم با عشق و با احترام صحبت کنه و بحث کنه و هم فکری بکنه.
یعنی این گروه های کوچیک برای من که خیلی سالم تر بوده تا میگم توی سوشال میدیا که آدم یه دونه کلمه یا حرف غلطی که بنویسه، حالا چه آگاهانه چه ناگاهانه، میدونی یعنی خیلی میتونه عواقب داشته باشه. و میگم این توی این گروه های کوچیک خیلی رفیقای جدیدی پیدا کردم، آدم های حسابی خیلی باحالی که و بیشترین چیزی که بهش فکر میکنم، چون بیشترین آدم هایی که تو این گروه های که هستم توشون خیلی از من کار درست‌تر، آدم های خفن‌تر و میدونی نویسنده و دکتر و نمیدونم آرتیست و مهندس و یه آدم حسابی های خیلی باشعور و فهمیده این و میگم گفتمان هایی که پیش میاد و همبستگی که وجود داره و برنامه ریزی از اینکه که واقعا چجوری میشه کمک کرد و خدمت کرد، به جای اینکه فقط میدونی چون واقعا آدم دوست داره که یه کمک واقعی تنجبلی بتونه بکنه که واقعا بگه این تاثیرگذاره، حالا از هر جهات، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ اجتماعی. من خودم مثلا میگم یه سری وایسه بچه ها یه سری خیلی فکرهای جالبی کردیم برای آینده ایران، چجوری میتونیم کمک کنیم توی بازسازی ایران و خیلی خیلی ایده های جالبی رد و بدل میشه و همش هم با عشق، همش هم با اینی که چجوری میشه خدمت کرد به کشور و به مردممون. یا کانسپتی که آدم میتونه توی این گروه ها داشته باشه دقیقاً اینه، یعنی راجع به احساس ها صحبت بکنیم، اینا رو در میون بذاریم توی این گروه های امن، یعنی یه جایی که من حس امنیت میکنم، اینا رو کانتین بکنیم، یعنی نگه داریم این احساسایی که میان، اوکی هستش که یکی گریش بگیره، یکی عصبانی باشه، به هم دیگه حمله نکنیم، این عصبانیت رو اینجوری نذاریم که خودشو نشون بده که به هم دیگه حمله بکنیم. ولی میتونه عصبانیت باشه. من دیروز با یکی از دوستام هی وایس میدادیم، به هم دیگه داد میزدیم، عصبانی بودیم از این و اون، بعدش هم جوک گفتیم و خندیدیم، ولی این باید تخلیه میشد، این عصبانیت. و بعد از اینکه این اتفاق افتاده، یعنی بیان کردن، در میون گذاشتن، نگه داشتن احساس، بعد تبدیل میکنیم این احساس رو به یه چیز مثبت که همونجوری که تو گفتی یه جوری راجبه یه چیزی فکر کنیم که میتونیم انجام بدیم. مثلا ما توی گروه درمانی یکی از بچه‌ها یه متن خیلی زیبایی نوشته بود و خوند برای بچه‌ها که بعد بقیه یادشون افتاد که او منم یه توانایی دارم، منم یه هنری دارم که اصلا یادم رفته، میتونم این خشمم رو توی نقاشی تخلیه بکنم. همه اینا تاثیرگذاره و به این کمک میکنه که ما نمیدونم به فارسی چی میشه، دیمورالایز نشیم، ناامید نشیم. نه خیلی تاثیر داره واقعا. میگم من خودم برای من که زیباترین چیزا همیشه هنر اعتراضیه و جوری که بچه‌ها از فرمای هنری مختلف استفاده میکنند برای اون ابراز کردن اون خشمشون، ناراحتیشون و میگم خیلی خلاقانه است، خیلی خیلی هوشمندانه است و همینو تاثیر داره. چه میگم با این همه حرفی که خودت میزنی، واقعا این یادم باشه که کوچکترین کارهایی که ما میکنیم واقعا تاثیر مثبتی داره. این فکر رو نکنیم که تاثیر نداره، چون چه داری اطلاع رسانی میکنی، چه داری مثلا یه کار هنری میکنی، چه تو از همه شجاع‌تر که تو خیابون هستی الان، که اونا از همه واقعا قهرمان‌ترن به نظرم، اونا شجاع‌ترین هممون اونان که جون خودشونو در خطر میذارن، نه برای من و تو ولی برای خودشون، برای خودشون و خانوادهشون و کشورشون، برای آینده بهتر. تمام دنیا یعنی اصلا شاخ در آوردن از شجاعت این بچه ها تو ایران. آره اینم یاداوری بکنیم واقعا، یعنی واقعا با هر کی من با هر کی حرف میزنم، من تو منچسترم الان، حالا چند وقتی میرم لندن، ولی حتی آدم های معمولیم که اینجا میبینی همه میدونی دیگه میدونن الان تو ایران چه خبره، تو اخبارشون هر روز هست و میپرسند و با قول تو واقعا تو کف شجاعت این بچه های ما که اصلا چه جنبشی شده. و میدونی من فکرم این وریای دنیا انقدر توی رفاه و راحتی و یه سری مسائل فرست ورلدی درگیر شدن که چرا نمیدونم پارکینگ من انقدر شده، نمیدونم چرا مثلا
امروز بخاریم انقدر گرم نشد که مثلا دیروز گرم بود، یا یه سری مسائل دیگه ای که خیلی حالا بالاخره یه مسئله، ولی وقتی تعریف میکنم برایش که آقا اینا اصلا جوکه در مقابل نیاز مطالبات بچه ها و مردم مایی که دارن برای چیزی میجنگن که فقط به این حد اقل برسن، یهو انگار یه چیزی توشون بیدار میشه. و این تک تو تاریخ دنیا تا حالا این اتفاق نیفتاده. هر گوشه دنیا الان اسم مهسا امینی رو میشناسه. هر کسی که باهاش صحبت میکنی میگه که آره واو، مثلا زنای ایرانی. به اولین باری که من البته من همیشه به این افتخار میکردم که ایرانی هستم، ولی انقدر دیگه به چی میگه آدم به رخشون میارم یا چی میگه آدم، که فکر کنم دیگه یه ذره نوید هستن که من خیلی دارم میگم که مثلا میخوام فقط با زن زندگی آزادی تیشرت و پولیور و اینا را برم توی خیابون. زنگ زدم به یه نامه به انجمن ایالت هسن توی آلمان که روان درمانگرا هستن، رئیس اونا باش صحبت کردم که اونم گفتش وای من واقعا اصلا انقدر براتون احترام قائلم، برای ایرانیایی که تو ایران هستن، برای زنایی که تو ایران هستن. یعنی کی فکر میکرد که اینا الان براشون این مطرح باشه، این داستان ایران براشون مطرح باشه، که فکر میکردن که ما تلویزیون نداریم و با شطور بودیم این برمیبر. مهمه دیگه، میگم این بحثی که همین گفتیم هشتگ تأثیر نداره، الان دیدیم که واقعا تأثیر داره. اطلاع رسانی تأثیر داره، رسانه‌های اجتماعی تأثیر داره، و هرچی بیشترم آدم اضافه بشه به این جنبش به نفع هممونه. بله بله. جنبندی داری؟ نکات دیگه داری هنوز یا نه؟ چی مونده؟ نه راستش فکر کنم کافیه، خیلی هم نمیخوایم اوورلود بکنیم. آره آدم رو... فهم میخواستیم این بذاره درد دل کنیم و به مردم هم بگیم که به سلامتی خودشون حتما برسن و براش برای خودشون و وجود خودشون هم احترام قائل باشن تو این موقعیت های سخت. خیلی هممون یادم میره، من اصلا با تو حرف زدم الانم خودم حالم بهتر شد، یه ذره آرومتر شدم، یه ذره یادم افتاد که اوکی میدونی ما هم داریم سعیمون رو میکنیم، ما هم داریم قدم هایی که باید برداریم و برمیداریم توی این جنبش، حالا هر چقدر کوچیک و ناچیز باشه، ولی بقیل اونا هم یه سری قدم هن و دست کم نگیریم اونا رو. اصلا اگه لازمه بنویسیم که از 30 روز پیش، حالا نمیدونم دقیقا چند روز بود، کجا بودیم، الان کجا هستیم، چه اتفاقایی افتاده، چه کارایی ما انجام داده، به کی وصل شدیم، دوستای جدید پیدا کردیم، همه این چیزا مهمه. من یکی مسیجایی که میگیرم خیلی جالبه، سری که تازه پادکست گوش میدن، چون خودم یادم رفته بود اون اول اپیزود دوم سوم من در مورد این حرف میزنم که میگم آقا اگه اتفاقی تو کشور ما یه روز بیفته از سمت زنای ما خواهد بود. آره به همه هی بیان مسیج دادن رام باوردی میشه، من دارم مثلا اپیزود 3 رو گوش میدم و مثلا کف کردم مثلا این حرفو زدی و الان که داریم میبینیم اتفاق میفته. میگم دیگه، یعنی این ترس دیگه ریخته. من 5 سال پیش یه تتو گرفتم، تنها این تتویی که دارم توی سریلانکا تتو زدم، بعد یه پترن گیلیم ایرانی هستش که سمبل زنه، که بعد یه دفعه توی این هفته ها یادم افتاد که تاتوشو من دارم. خیلی حس خوبیه. آره میفهمم و میگم دیگه واقعا این قضیه به نظرم میگم مردم دیگه اون ترسشون ریخته و یه شجاعت، یه چیزی چون زنده شده، چون لمس کردن که میدونی این حس و حال و این هوایی که توش هستیم که آقا شدنیه. ما انقدر زیر این ابر ترس زندگی میکردیم که اصلا برامون غیر قابل تصور بود که اینا برن از این مملکت یه روز، ولی الان دیگه داریم میبینیم و از اول از ذهنامون شروع میشه، داریم میبینیم و میبینیم که جنبش هر روز اتفاقا خیلی هم خوبه که پراکنده است جنبش و رهبر نداره و اینا. الان حالا در آینده بحثایی هستش که آقا رهبر بالاخره برای سازماندهی یا فلان لازم میشه یا نمیشه. من خیلی پیدا میشه من فکر کنم ارگانیک تو همین داستان خودش. و چیزی که میخواستم بگم اینه که میدونی تو هر روز وقتی یه خبر جدید میبینیم، به خصوص اینم باید ما واقعا باید احترام بذاریم به همه این کارکنای این پتروشیمی و عسلویه و جاهای بزرگ دیگه و نیشکر و اینایی که دارن به اعتصابات میپیوندن،
همه میگم همه دارن جون خودشون و نون و روزی خودشون و همه چیشون رو دارن در خطر میذارن به خاطر اینکه میدونن که دیگه نمیشه زیر این شرایط زندگی کرد، چون این امروز بچه اینو میکشن، فردا مادر اونو میکشن و پس فردا مادر من و تو رو میکشن. همینه تهش. یعنی این متاسفانه واقعیت تلخیه که این آدما به هر قیمتی که شده نشون دادن دیگه. اینو اصلا ذات این رژیم ظالم نشون داده که اینو به هیچ قیمتی حاضر نیستن کوتاه بیان و دیگه به یه جایی رسیده که باید مردم برخیزن و جلوی این ظلم بایستن. فقط توی دیکتاتوری اونایی که باهوش هستن نمیرن بالا، اونایی که از همه بیشتر میتونن خم بشن جلوی کسی و بگن باهوش نیستن اونایی که اونجا هستن. دمت گرم یاسی که اومدی حرف زدی امروز، فکر میکنم خیلی لازم بود برای هممون و امیدوارم که بچه ها این پادکست رو بذارن دو گوششون موقع خواب که بتونن با آرامش بگیرن بخوابن و فکر برای چند ساعت قشنگ چیزای بد نکنن و فقط فکر اون آینده زیبا و بهترام بکنن. تا وقتی که به اون ما فکر کنیم چشامون به اونجا باشه، آخرش میفهمیم که همه قیمتایی که پرداختیم، همه جونایی که از دست دادیم، از پدر من تا بچه های تو خیابون تا با مابای تو تا هر کس دیگه ای، at the end of the day همه بدبختی و اینا واقعا برای اینکه برسیم به اون هدف و به اون آرمان، میفهمیم که جزوی از یک پروسه خیلی مهم تاریخی خواهد بود که این ثبت خواهد شد. ببین اینا دیگه دیر یا زود میرن، فقط دیگه الان فقط it's a matter of when و کی قرار این اتفاق بیفته دیگه، و ما باید قوی بمونیم توی این مسیر. مرسی یاسی جونا، قربونت بشم، دوستت دارم، مواظب خودت باش، بچه‌ها به خصوص به بچه‌های ایران. تو در جهان قیود بندگی، اگر فتر به پای مردمی، به دست توست، به رأی مشت تو رهایی جهان ز طوق جور و ظلم پا کنیم، قیام مردمی رها شویم ز قید بندگی.